صبح دهم مرداد سال 61 و هنگامی که حلقات محاصره گرداگرد چندین پایگاه مجاهدین تکمیل شد و تعداد کثیری از مزدوران تا دندان مسلح خمینی آخرین دستورات را دریافت کردند، صدای شلیک و انفجار سکوت صبحگاهی تهران را فرو ریخت و تهاجم وحشیانه مزدوران خمینی به پایگاه‌های مجاهدین در چندین نقطه شهر آغاز شد. نبرد ساعت‌ها به طول انجامید. تعدادی از زنان و مردان دلاور مجاهد خلق موفق شدند با استفاده از فرصت‌های مناسب و در پناه آتش دیگر یاران خود حلقه محاصره دشمن را شکسته و با حمایت‌های بی‌دریغ مردم به دیگر پایگاه‌ها بروند و تعدادی از قهرمانان دلاور مجاهد خلق پس از ساعت‌ها نبرد و شلیک آخرین گلوله‌های خود سرانجام بر پیمان نامه خود با خلق مهر خون نهادند و به سوی خدا شتافتند. در رأس این مجاهدین قهرمان فرمانده قهرمان مجاهد شهید سیاوش سیفی می‌رزمید و دیگر کاروانان این قافله آزادی عبارت بودند از فاضله مددپور سیفی، باقر آل اسحاق، هادی عامرتوسی حسین، جعفر عامرتوسی فرشاد، افسانه امینیان عامرتوسی، فاطمه اثناعشری رویا، نوذری احسنی، عصمت احمدی، علی محمد بیاتی کمیتکی، داوود، امیر بیژنیار، زبیده جعفری ثانی، ماهرخ، علیرضا حسینی، سهیلا بنی قاضی، مریم حسینی، صداقت، مریم خدایی صفت، شهاب راسخ دهکردی، علی رحمانی، ناهید رحمانی، اعظم رضایی، طاهره زاهدی، فائزه زائریان مقدم، مهدی زائریان مقدم، احترام السادات کرباسی، مادر زائریان، صدیقه شمس فرد، افسانه، اردلان صفیاری، فاطمه زیایی میرزایی فرح، هادی غلامی، سید محمد قیاس سعیدی، فرهاد فتح‌پور پاکزاد، افشین قهرمانی، زهره گودرزی، محمد لقاورازنده، کاظم محمدی گیلانی مهرداد، محسن داوودی، محسن مبرعی، سید مصطفی موسوی، ناهید میری چیمه، هاجر، محمد نوایی روشندل، طاهره وزیری سهیلا و حسن سلیمانی.